توقف قطار صلح با طالبان نرسیده به ایستگاه گفتگوهای بین افغانی. مخالفت فرانسه و استرالیا با آزادی زندانیان طالبان مانعی تازه در مسیر حل مناقشه کهنه. با عضوی از تیم مذاکره کننده طالبان حرف میزنیم که از سوء قصد جان سالم به در برده و با یک عضو شورای عالی مصالحه در کابل. هر دو در 60 دقیقه امشب از نقشه راه صلح به ما خواهند گفت. همچنین در برنامه امشب Iran wants me to lose so badly because if they do, you know, Iran is a whole different ball game right now. They haven't been sponsoring. دورخیز دوباره دولت آمریکا برای کشتن برجام. دونالد ترامپ عزم خود را برای کشیدن ماشه جزم کرده. گره کور طرح گشایش اقتصادی. رؤسای مجلس و قوه قضایی ایران با تصمیم دولت برای عرضه اوراق مشارکت نفتی در بورس مخالفت کردند. از یک کارشناس انرژی میپرسیم که عرضه اوراق سلف نفتی در بازارهای بورس جهان چقدر معمول است. ضربه بزرگ موجود کوچک به صنعت گردشگری ایران. مقام ها میگویند که کرونا 7000 میلیارد تومان خسارت زده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک بار دیگر کورسوی از امید در قلب آسیا در مخاطره ناامیدی قرار گرفته. در افغانستان، در کشوری تشنه صلح. تازه ترین گره در گفتگوهای صلح با طالبان مناقشه بر سر آزادی 400 جنگجو بود. جنگجویانی در بند دولت افغانستان. دولت در نهایت با اکراه حاضر به آزادی آنها شد، ولی حالا طرفهایی در جامعه جهانی از جمله فرانسه میگویند که شماری از این افراد را نباید رها کرد. افرادی از نظر آنها فوق‌العاده خطرناک با دستهای آغشته به خون. در این گیرودار چند مشکل دیگر در میان است. تکلیف نهادی که باید گفتگوهای صلح را دنبال کند روشن نیست. یک فعال سیاسی شناخته شده زن از سوء قصد ناکام جان به در برده، چهره ای که عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان است. نقشه راه صلح چقدر روشن است؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از علی حسینی در کابل. خانم بتینا گایزلارد در سال 2003 در شهر غزنی کشته شد. او شهروند فرانسه بود و کارمند امدادرسانی سازمان ملل متحد. طالبان مسئولیت قتلش را بر عهده گرفتند. حالا سفارت فرانسه در کابل از دولت افغانستان خواسته در آزادی شماری از تروریست ها که محکوم به قتل شهروندان فرانسه در افغانستان هستند، به خصوص سربازان و کارمندان امداد، اقدامی نکند. از سال 2001 تا 2019 گفته شده که 86 سرباز فرانسوی کشته شدند. به احتمال زیاد بیشتر آنها در حملات طالبان. استرالیا هم گفته تلاش می کند تا یک سرباز سابق اردو ارتش افغانستان که 3 سرباز استرالیایی را کشت در زندان باقی بماند. گفته شده که این سرباز در فهرست 400 زندانی طالب است و قرار است بعد از 7 سال رها شود. عبدالرحمن سعید برادرش در سال 2018 در حمله جنگجویان به هتل اینترکانتیننتال کشته شد. او اما میگوید تصمیم دولت به مذاکره با طالبان اقدام خوبی است. با عنوان یکی از قربانیان این جنگ میخواهد زندانی ها آزاد شوند، چرا که گزینه دیگری نیست. اگر حمله کنندگان به هتل اینترکانتیننتال که برادرم را کشتند اینجا بیایند، با آنها میگویم حالا شما آزاد هستید، اما برای صلح کار کنید. کار کنید که دیگر خون بیشتر نریزد. 3 روز می شود که از آزادی 400 زندانی که محمد اشرف غنی فرمان رهاییشان را صادر کرده خبری نیست. معلوم نیست چرا. در 3 روز اخیر دو طرف جنگ یکدیگر را به مانع تراشی در برابر آغاز مذاکرات متهم می کنند. مذاکراتی که قرار بود امروز آغاز شود که نشد. و موضوع گیری برخی کشورهای اروپایی مثل استرالیا و فرانسه مبنی بر رهایی زندانان طالبان و گره کور آغاز گفتگوهای صلح بیشتر کرده. برداشت ما ایست که موضوع گیری های اخیر به عنوان یک تاکتیک مطرح میشه و رو طرف تلاش میکنه که تا بیشتری قدرت را داشته باشه در سر میز مذاکره، و اگر وضعیت چنین ادامه پیدا بکنه متاسفانه قربانی از این مردم افغانستان خواهد.
سالها جنگ در افغانستان شکاف بین دو طرف درگیری را بیشتر ساخته. حالا بسیاری ها منتظر هستند که ببینند چگونه دو دشمن بر سر میز مذاکره کنار می آیند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان از کابل با ما هستند. خانم کوفی، شما مورد سوء قصد قرار گرفتید، خوشبختانه جان به در بردید، الان هم از کنار تخت بیمارستان با ما صحبت میکنید. اول من میخواستم از شما بپرسم که چه اتفاقی افتاد؟ سلام، سلامت باشین شما. در مورد شخص خود ما از ولایت پروان طرف کابل می آمدم، جایی که رفته بودم برای ادای فاتحه به یکی از همکاران سیاسی ما و خانوادش که در منطقه فکر میکنم بین کلکان و قره‌باغ همینجا، دقیق البته منطقه را آشنایی ندارم، یک دو موتر که فکر میکردم از چارکار باید ما را تعقیب میکردم مرکز ولایت پروان، جلوی موتر ما را گرفتن و موتر دیگه از پشت سر شلیک کردن که یک مرمی به دست ما خورد و خب بتانستم به شفاخانه به کمک همکارا و خانواده و اینا برسم. مرمی بند مانده بود، عملیات شد، فضل خدا که مرمی بیرون شد، اما به هر صورت من فکر میکنم که در افغانستان همه در معرض این حوادث و ناملایمات هستیم، اما یک تعداد بیشتر به دلیل ای که با ای خاموش ساختن ای صداها فکر میکنن که میتونن یک صدای از زنان افغانستان و صدای از افغانستان جدید خاموش بسازن. کیها خانم فوزی؟ خانم کوفی؟ من نمیدانم، باید ارگان های امنیتی و کشفی ما در زمینه معلومات بتن. خب معلوم داری یک کار، یک اقدام سیاسی است و اونایی که مخربین پروسه صلح هستن، اونایی که با فکر ما با اندیشه ما مخالفت دارن، اونایی که تحمل دیدن زنها را ندیدن یقینا که در این مسئله دست داشتن. شما یکی از معدود زنانی بودید که در مسکو روبروی طالبان نشستید، اونها به سخنان شما گوش دادن، سخنرانی کردید در دفاع از حقوق زنان. طالبان میگن که کار اونها نبوده. فکر میکنید که چه کسی ممکنه یا چه گروهی ممکنه پشت این حمله باشه؟ ما همونطور که گفتم، ما اجازه بدیم که ارگانهای امنیتی در این زمینه و انتظار ما هم همی است که حکومت افغانستان و ارگانهای امنیتی افغانستان تحقیق کنن این قضیه را، پیگیری کنن، به دلیل از اینکه بحث از بین بردن یک زن یا یک فعال سیاسی یا یک سیاستمدار در افغانستان فقط بحث خاموشی یک آدم نیست. اینجا بسیاری کسایی که از این قضیه انگیزه میگیرن، بسیاری کسایی که الگو قرار میتن سیاسیون خود، اینا صدمه میبینن و دیگه امیر روحیه مبارزه شاید که هرچند من باور دارم که خاموش نمیشه ولی تا حد زیاد میتونه صدمه ببینه. بنابراین حکومت افغانستان در این زمینه انتظار ما است که تحقیق کنن، صحبت کنن و مردم افغانستان در زمین در جریان تحقیقات خود قرار بدن. اگر همه چیز خوب پیش میرفت، شما الان باید قطر میبودید، گفتگوها باید شروع میشد. اگر گفتگوها شروع بشه، مهمترین موضوعی که فکر میکنید باید مورد بحث قرار بگیره از طرف شما به عنوان یکی از مذاکره کننده ها چیه؟ خب ما خدمت شما اول باید بگویم که من از جمله کسایی هستم که در مبارزات سیاسی خود با فراز و نشیب زیاد مواجه شدیم، هم فراز سیاسی و هم حتی تهدید، و به حدی که بالاخره دو روز قبل فاصله بین ما و مرگ فقط 5 سانتی بود که مرمی میتونست در سر ما اصابت کنه. هیچگاه ما از موضوع مردم خود با همه فشارها کنار نرفتیم. مهمترین موضوع برای ما موضوع مردم ما بود، مسئله جان و مال و امنیتشان، مسئله آتش بس، بحثی که هم باید برای مناطقی که مربوط طالباست مهم باشه و هم برای مردمی که در مناطق تحت تصرف دولت زندگی میکنن. مردم افغانستان واقعا میخواین ببینن که این پروسه یک نتیجه داده و اعتماد کنن نسبت به این پروسه. و مهمترین بحث من فکر میکنم برای مردم افغانستان و ما هم که جزی از مردم افغانستان هستیم، بحث آتش بس است. و ما به مجرد که صحتم کمی بهتر شوه، بخاری و کوری چشم اونایی که فکر میکنن صداهای ما را خاموش میکنن،
در مذاکرات اشتراک خواهم کرد و از آدرس افغانستان متحول صحبت خواهم کرد. خانم کوفی، ما زیاد وقت شما رو نمیگیریم، درک میکنم حال شما رو، فقط خیلی کوتاه، الانی که باز هم گفتگوها با مشکل مواجه شده، به نظر شما دلیلش چیه؟ کی مقصره؟ خب رهایی 400 زندانی امضا شده، من فکر میکنم که کشورهایی که در این مسئله زینف هستن اینا باید بدانن که 400 زندانی که رها میشه اینا متهم به کشتن مردم افغانستان هستن و خون هیچ شهروند هیچ کشور رنگین تر از افغان ها نیست. بران اگر اونا با کشتن مردم افغانستان رها میشن، باید در این زمینه کشورهایی که به خاطر شهروندهای خودشان اعتراض دارن امیر در نظر داشته باشن که مردم افغانستان با همه بزرگی در شامل توافق نبودن، اما بازم پذیرفتن که باید این زندانی ها رها شوند. بسیار ممنونم از فوزی کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان، که از تخت بیمارستان با ما صحبت کردند. و ما اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه از کابل با ما هستند. آقای سعادتی، اول خود کار شورای عالی مصالحه به کجا رسیده؟ کی قرار اعضای تیم معلوم بشه و کار شروع بشه به صورت رسمی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به سلام به شما و شنوندگان محترم تلویزیون بی بی سی. من فکر میکنم که مشکلی در شروع کار شورای عالی مصالحه وجود نداره. شورای عالی مصالحه کارش به صورت نرمال فعلا ادامه داره. تنها بحث شورای مجمع عمومی و کمیته رهبری اگر منظور شما باشه، اینا تمام مقدماتش آماده است، لیستا تهیه شده، طرز العمل وجود داره و مسائل آماده است. منتها ما تا هنوز یک ضرورتی جدی احساس نکردیم، یک کمبودی که در فقدان از او مذاکره بین الافغانی آغاز شده نتانه. برای ما در قدم اول اولویت و فوریت ما آغاز مذاکره بین الافغانی هست و بود، در صورتی که سایر شرایط آماده شه و بدنبال از او یقیناً به صورت ویژگی کار به گونه است که باید کمیته رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه کار خودش را آغاز بکنه و تمام لیستا و کتگوری ها، سیاست مداران تا جامعه مدنی و بخشا و اقشار مختلف جامعه، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زن و حقوق بشر، اینا آماده هستند و در این قسمت هیچ مشکلی وجود نداره. آقای سعادتی، اگر کار شما شروع شده، آیا اولویت بندی هم شده؟ با چه برنامه قصد دارید که در گفتگوها شرکت کنید؟ ببینین، بحث دو جانبه است. ما امرقم که شما در آغاز در سرخط خبر هم فرمودید، ما برنامه های ما، نقشه رای ما، آمادگی های کامل ما وجود داره، پیشبینی های ما، ولی چیزی که هست است که در اولین دور مذاکرات روی میز به صورت مستقیم بین دو طرف باید این مسائل با توافق دو طرف شروع شود و یقیناً که امرقم خانم کوفی هم گفتن بحث آتش بس بحث مهم است و در مجموع موضوعات مهم، اجنده جلسات، مکان بعدی جلسات، چون جلسه اول در قطر است، اینا باید در اونجا به صورت دو جانبه باید سرش تفاهم صورت بگیره. در غیر از او، چیزی که مربوط به جانب شورای عالی مصالحه ملی است و چیزی که مربوط به نظام جمهوری اسلامی افغانستان است، تمام مسائل، تدابیر، نقشه را، برنامه ها، پیش بینی ها، آمادگی کامل دربارش وجود دارد. فرمودید که نقشه راه روشنه. سوال من این بود که اولویت شما در وهله اول، در مرحله اول چیه برای شروع کار مطابق با همین نقشه؟ اولویت ما است که گفتگو آغاز شود، دو طرف سر میز بشینه. طبعا وقتی سر میز میشینه، دو طرف عرض کردم که باید اصول و مکانیزم مذاکرات بین دو طرف سرش توافق شود و صورتی که به چه شکل میتونه مذاکرات مفید پیش بره و یک سلسله اصولی مورد توافق دو طرف باشه. سر موضوعات مهم، موضوعات اساسی که هر یک از اون موضوعات میتونه
یک بخشی از آجندای گفتگوی صلح باشه، باید گفتگو صورت بگیره و سر آتش بس و قطع جنگ و قطع خونریزی باید در قدم اول گفتگو صورت بگیره. ولی شما میفهمین که این بحث صلح یک بحث درازدامن است و پیچیده هم هست. تمام مسائل به یک طرف قضیه بستگی ندارم، دو طرف قضیه باید این مسائل را به توافق پیش ببرم. مطلع هستید که طرف مقابل با توجه به اینکه گفتید باید دو طرف رو مد نظر قرار بدیم، خواسته اصلیش چیه؟ یعنی طالبان با چه برنامه خواهند اومد؟ خب یقینا معلوماتی در رابطه با اون مسائل هست، ولی بحثی از اونا در رسانه ها فعلا زود هنگام است و امیدواری مردم افغانستان هم است که اولویت اصلی طالبا صداقت در گفتارشان باشه، یعنی به صورت صادقانه حاضر شود سر میز و به صورت جدی برای قطع جنگ و یک آتش بسی پایدارتر بحث صورت بگیره و به این اساس ما میتونیم حسن نیتی هر دو طرف مشخص شود و گام های بعدی برداشته شود. آقای سعادتی، گفتید که مجمع عمومی و کمیته رهبری هنوز تعیین نشده. گفته میشه که بین تیم رئیس جمهوری افغانستان و تیم شما بر سر رهبری و مذاکرات اختلاف هست. در حقیقت اختلافات انتخاباتی که بین دو تیم بوده حالا به اینجا منتقل شده. چقدر درسته این؟ خب من رد نمی کنم که در تمامی مسائل کاملا اتحاد نظر است. در بعضی مسائل تفاوت دیدگاه و تفاوت نظر وجود داره، ولی تنها یک چیز را میتونم با صراحت به شما اطمینان بدم که در رابطه با صلح، پروسه صلح، آغاز گفتگوها، تشکیل مجمع عمومی، تشکیل کمیته رهبری که دو تا شورای مربوط به شورای عالی مصالح ملی است، در ارتباط مشکلی وجود نداره، اختلاف نظر وجود نداره و اینا بیشتر از صلاحیت های شورای عالی مصالح ملی است. ولی به دلیل از اینکه در گذشته ها جلسات عمومی یک مقدار دچار مشکلات بود و احتیاط های لازمی ضرورت بود برای اینکه یک اجماع درستری صورت بگیره، و او خاطر ما بسیار عجله نکردیم. منتها به محضی که احساس شد که حالا وقت کار تصمیم گیری و فعالیت این شورا است، ما به زودی میتونیم اینا را اعلام بکنیم، چون تمام مقدماتش چیده شده و تمام آمادگی ها فعلا وجود داره. بسیار ممنونم از اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی در کابل. بعد از شکست تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که مکانیسم ماشه در برجام را این هفته فعال می‌کند تا تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه این کشور را برگرداند، گزینه‌ای که ایران، روسیه و چین می‌گویند آمریکا با خروج از برجام خود را از آن محروم کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات گفته که آمریکا برای استفاده از این گزینه کار سختی پیش رو دارد. در همین حال آقای ترامپ گفته که بعید است با پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای برگزاری نشست سران گروه 5 به علاوه 1 و ایران قبل از برگزاری انتخابات آمریکا موافقت کند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. دونالد جی ترامپ. دونالد ترامپ دیشب بعد از آنکه روز قبل شورای امنیت به خواست آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران رأی نداد. اینجا در میان خبرنگاران که پرسیدند آمریکا کی می‌خواهد مکانیزم برگرداندن تحریم‌ها را فعال کند. خب ما میدونستیم که آرا چی میشه، ولی ما تحریم‌ها را برمیگردونیم. شما هفته آینده می‌بینید. بله، هفته آینده می‌بینید. از آقای ترامپ درباره احتمال توافق آمریکا با برگزاری نشست سران کشورهای 5 به اضافه 1 و ایران پرسیده شد که رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرده. احتمالاً نه. فکر می‌کنم می‌خوایم تا بعد از انتخابات صبر کنیم. شما می‌دونید که ایران آرزو می‌کنه که من در انتخابات شکست بخورم، چون وضع ایران به شدت تغییر کرده. اونا دیگه نمیتونن از
تروریسم حمایت کنن چون پولشو ندارن. همین چند روز پیش هم 4 تا کشتی ایرانی رو توقیف کردیم و به هیوستون آوردیمشون. این کشتی ها قرار بود به ونزوئلا برن که کاریه که نباید میکردن. ایران آرزوش اینه که من در انتخابات شکست بخورم. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است که به توافق هسته‌ای جنبه قانونی داد و در ماده 11 آن به کشورهای مشارکت کننده در برجام حق می‌دهد که از شورای امنیت بخواهند ظرف 30 روز تمدید برداشته شدن تحریم‌ها را به رأی بگذارد. و در ماده 12 هم تصریح شده که در صورت رأی مخالف هر یک از اعضا به تمدید برداشته شدن تحریم‌ها، همه تحریم‌های بین‌المللی سابق علیه ایران مجدداً نافذ می‌شوند. آمریکا میداند نمیتواند اسنپ‌بک بکنه. و این در شرایطی است که ایران و بسیاری از سایر اعضای شورای امنیت معتقدند که آمریکا با خروج از برجام دیگر چنین اختیاری ندارد. در کاخ سفید اعلام کرد که ما دیگه عضو برجام نیستیم که از اسنپ‌بک استفاده کنیم. هنوز ترانسکریپت این صورت جلسه این رو سایت کاخ سفید هست، مگر اینکه حالا من الان بگم برن اون جمله شو بردارن. باید دید روند بحث‌های حقوقی این ماجرا در شورای امنیت سازمان ملل به کجا خواهد رسید و آیا آمریکا برای این قدم دومش در شورای امنیت رأی کافی خواهد داشت یا نه. اما آنچه که روشن است این است که برای ایران فشارها همچنان ادامه خواهد داشت تا دست کم بعد از انتخابات آمریکا. کسری نجی، بی بی سی. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، از همین شهر با ما هستند. آقای محمودی، آمریکا خارج شده از این توافق، مشارکت کننده در برجام به حساب نمیاد. حالا از منظر حقوقی آیا آمریکا قادر هست که به عنوان مشارکت کننده گذشته مکانیزم ماشه رو فعال بکنه؟ برای پاسخ دادن به سوال شما من باید به این نکته شاید اول اشاره بکنم که در واقع از دیدگاه حقوقی و با توجه به موازی که تا حالا امریکا و ایران به طور خاص در مورد این موضوع خاص، یعنی امکان اینکه امریکا از این مکانیزم استفاده بکنه با وجودی که از برجام خارج شده، سوال اصلی حقوقی که باید جواب داد این است که آیا برجام رو باید یک سندی مجزا از قطعنامه 2231 محسوب کرد یا خیر. نظر امریکا و استدلال اصلیش این است که اینجوره، یعنی صرف نظر از اینکه امریکا دیگه الان عضو برجام نیست، چون در قطعنامه نوشته شده در ماده 11 که شرکت کنندگان در برجام حق دارند که به شورای امنیت پیشنهاد یک قطعنامه‌ای برای تمدید لغو تحریم‌های علیه ایران بدن و اگر این پیشنهاد رد بشه تمام تحریم‌ها برمیگرده. بنابراین بر این اساس امریکا نظرش این است که حق داره به عنوان کسی که در قطعنامه ذکر شده، اسمش ذکر شده و در مذاکرات برجام شرکت داشته، چنین طرحی رو بده و صرف نظر از این مسئله حتی اصرار دارن که به عنوان عضو شورای امنیت، عضو دائمی شورای امنیت، حق دارن هر قطعنامه رو دلشون میخواد به شورا ارائه بدن و درخواست رأی بکنن. و برای این اساس نظرشون این است که نتیجه رأی دادن به یه چنین قطعنامه‌ای با وتوی امریکا این خواهد شد که تمام تحریم‌ها باید برگرده و این دقیقا همون چیزی است که مقصود سیستم ماشه بوده. من با این نظر موافق نیستم، این تفسیر حقوقی رو قبول ندارم و علت اصلیش هم اینه که چون مذاکرات بین ایران و 7 طرف مقابل بین سال 2013 تا 2015 با دقت من دنبال کردم و مطالعه کردم و از دقایقش آگاه هستم، کاملا به یادم هست و من فکر میکنم زمان انقدر کوتاست که به یاد همه کسایی که علاقمند به این موضوع بودن هست که در واقع چه مذاکراتی شد و چرا این مطلب
در برجام ذکر شد، چرا این مطلب در قطعنامه ذکر شد. بنابراین برداشت آمریکا برداشت فعلی صحیح نیست. قطعاً دولت آمریکا و بقیه شرکت کننده های در برجام و که تمام کشورهایی که به قطعنامه 2231 رأی دادن کاملاً آگاه بودند که این دو سند با هم ارتباط داره. هیچ کشوری، هیچ کدوم از این اعضای دائمی شورای امنیت اجازه ندارن تنهایی با استدلال خودشون، با در واقع استنباط خودشون و بدون اینکه این مسئله نقض آشکار تعهدات بر اساس برجام از جانب ایران یک مراسمی رو طی بکنه، به کمیسیون مشترک بره، به شورای وزرای خارجه بره، به شورای مشورتی سه نفره بره، بدون اینکه این مراحل طی بشه و به خصوص بدون اینکه سازمان انرژی اتمی بین المللی گزارشی داده باشه به شورای امنیت که حاکی از این باشه که ایران نقض آشکار کرده، سیگنیفیکانت اصرار روی این مسئله هست که هر نقضی نه بلکه نقض آشکار کرده، بدون این مسائل نمیشه سیستم ماشه رو در واقع اجرایی کرد. به همین دلیل به نظر من استدلال امریکا از نظر حقوقی پایه‌ای نداره، ولی البته از نظر سیاسی امکان داره که این کار رو بکنن و حتی موفق هم بشه. بسیار خوب آقای محمودی، آیا اگر آمریکا موضوع رو بکشه به شورای امنیت ممکن نیست که همون اتفاقی که در زمینه لغو، در زمینه ادامه تحریم‌ها یا تمدید تحریم‌های تسلیحاتی رخ داد در اینجا رخ بده؟ به این معنا که آمریکا اون عرصه رو هم ببازه؟ مطمئن نیستم، ولی متأسفانه از نظر حقوقی وضع خیلی مشکل پیش می‌نیش. علتش هم اینه، فرض رو بر این بذاریم که آمریکا پیشنهاد قطعنامه رو میده و کشورهای دیگه همشون یا اکثرشون نظرشون این است که نه، این تحریم‌ها، لغو تحریم‌ها باید ادامه داشته باشه برای اینکه ایران نقضی نکرده یا نقض آشکار نکرده. خب اونا باید چیکار بکنن؟ تکلیف کشورهای دیگه چیه؟ باید رأی بدن، رأی مثبت بدن به پیشنهاد آمریکا. ولی آمریکا صرف نظر از اینکه کشورهای دیگه چه رأیی بدن یا همه رأی ممتنع بدن یا اصلا نیان تو جلسه، کافی است که خودش رأی وتو یعنی رأی منفی بده و قطعنامه رد بشه. وقتی قطعنامه رد بشه، پیشنهاد آمریکا رد بشه، مفهومش چی از نظر حقوقی؟ امریکا پیشنهاد کرد، یعنی مفهومش از نظر حقوقی این است که شورای امنیت تصمیم گرفته که این در واقع لغو تحریم ها ادامه پیدا نکنه. تنها امکانی که اصلا از نظر حقوقی به نظر من که این کار به نتیجه نرسه این است که همین تعداد کشورهایی که تا حالا در همین مورد اخیر رأی دادن همشون یا رأی در واقع ممتنع بدن که اصلا قطعنامه صادر نشه، یعنی قطعنامه به مرحله صدور نرسه، نه اینکه قطعنا رد بشه. در اون صورت البته دیگه امریکا نمیتونه ادعا بکنه که سازمان شورای امنیت تصمیم میگرفته، ولی همطور که عرض کردم نتیجه عملی نهایی این مسئله این است که امریکا در بعد از نتیجه این قطعنامه هر چه که باشه احتمالاً به خصوص اگه آقای ترامپ در رأس قدرت باشه با تمام قدرت سعی میکنه همون کاری که در دو سال پیش کرده، یعنی با فشارهای سیاسی محکم همه کشورهای دیگر مجبور کنه که نه تنها تحریم‌های نفتی و بانکی و غیره که تا حالا الان موفق شده مطرح بکنه، بلکه تمام تحریم‌های دیگر رو که قبلا در مورد ایران اجرا شده اونا همه رو در واقع کشورهای دیگه ناچار بشن اجرا بکنن، چون اگر اجرا نکنن مورد تهدید و تنبیه امریکا قرار بگیرن. این امکان البته هست. آقای محمودی خیلی خیلی کوتاه، بعضی میگن که کار انقدر پیچیده است که ممکنه به جایی برسه که اصلا نظام حقوقی بین الملل در مخاطره قرار بگیره یا دست کم به شدت تضعیف بشه، درسته این؟ من بخوام عرض بکنم که نظام حقوق بین الملل خدشه جدی پیدا کرده در 3-4 سال گذشته با عملکرد دولت آقای ترامپ و البته یه همچین تصمیمی هم باعث تعجب هیچ کسی نخواهد شد، برای اینکه خیلی موارد نقض دیگه از طرف دولت ترامپ انجام گرفته و کلن همطور که عرض کردم مسئله در واقع نتیجه این کار این است که آبروی شورای امنیت به عنوان بالاترین
مرجع تصمیم گیری در مسائل مربوط خدشه‌دار خواهد شد، اعتبارش از بین خواهد رفت، برای اینکه دیگه نمیشه اعتماد کرد به این در واقع این مکانیزم هایی که در داخل شورای امنیت هست برای اینکه کشورها به صورت مسئولانه عمل بکنند، و این اقدام امریکا قطعا مسئولانه نیست به نظر من. بسیار ممنونم از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم. اما شهیر شهید ساله، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هم از کلگری کانادا با ما هستند. آقای شهید ساله، توضیحات آقای محمودی رو احتمالاً شنیدید. اصلا اگر مباحث حقوقی رو فراموش بکنیم، آمریکا این توان رو داره که به قول آقای محمودی از جایگاه سیاسی خودش استفاده بکنه و در حقیقت مواضع خودش رو بر جهان دیکته بکنه؟ ببخشید، اجازه میدین که من، چون این مسئله مهم هستش به نظر من، باید دید اصلا امریکا آیا از نظر حقوقی میتونه این کارو بکنه یا نه. اجازه میدین من در این مورد خواهش بکنم. بله بفرمایید. ببینید، طبق پاراگراف 10 قطعنامه 2231 شرکت کنندگان در برجام تعریف شده. این هفت تا کشورم دونه دونه اسم برده شده. استدلالی که امریکا میکنه اینه که ما بر اساس تعریفی که از شرکت کننده برجام شده حق داریم که از مطالبی که در قطعنامه اومده به نفع خودمون استفاده بکنیم یا نظرات خودمون رو پیش ببریم. یه اشتباهی که خیلی ها دارن میکنن و من دیدم الان آقای محمودی هم به نظر من یه مقدار مخلوط کردن دوتا مسئله رو، موضوع این مکانیزم ماشه در قطعنامه 2231 با برجام به کلی فرق میکنه. اونی که باید بره در طول ماها بحث بشه، بره به یک کمیسیونی، آیا اختلاف حل شد نشد، اینا بله، اینا تمام تو برجامه. در 2231 موضوع خیلی ساده است. هر کدوم از این کشورهایی که تعریف شدن به عنوان participants، به عنوان شرکت کننده در برجام، اینا میتونن بیان گزارش کنن به موضوع اصلا قطعنامه. نه آقای شهیر سالس، آقای محمودی هم توضیح دادن که دو تا تلقیه، ولی ایشون یه تلقیه دیگر غلط تلقی خودشون قبول کرد. منتها یه نکته است، وقتی که آمریکا خارج شد، اینها همون پارتیسیپیشن یا مشارکت خودشون رو پس گرفتن، از اون خارج شدن. به همین دلیل که عده‌ای میگن دیگه آمریکا از مکانیزم برجام نمیتونه استفاده کنه. نه، اجازه بفرمایید، من داشتم توضیح میدادم. ببینید، نه، امریکا میاد میگه تعریف شده توی گیومه گذاشتن JCPOA participant states، تعریف شدن اینا هفت کشورن. حالا اگر زمانی که امریکا از برجام خارج شد میومدن و این 2231 رو، این قطعنامه رو تصحیح میکردن و به قول خودشون امند میکردن و اسم امریکا رو از اونجا میووردن بیرون، الان تمام این بحث رو درست میشه. اون چیزی که هستش، امریکا اصلا احتیاج به قطعنامه نداره. اصلا من به قطعنامه رأی بدن رأی ندن نیست. امریکا میتونه شکایت کنه و بگه که عدم اجرای چشمگیر تعهدات هستش. خوب به این نکته توجه کنی، خیلی این مهم هستش. ظرف 30 روز اگر که کسی بیاد مطرح بکنه، قطعنامه رو پیشنهاد بکنه که این شکایت به اصطلاح پایگاهی نداره، اون میره برای رأی گیری که خیلی مشخصه که امریکا رأی منفی میده و وتو میکنه. اگر نکردن، رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل میتونه این کار رو به عهده بگیره، میتونه یک قطعنامه پیشنهاد بکنه و اون قطعنامه دو مرتبه با وتو امریکا مواجه. بنابراین امریکا چیزی رو به قطعنامه نمیذاره اونجا برای رأی دادن، هیچی، فقط شکایتشو میذاره، تمام. بقیهش دیگه اتوماتیکه. یعنی از تمام، اگر این قطعنامه علیه امریکا تصویب نشه که با وجود خود امریکا نمیشه، تمام قطعنامه‌های از سال 2006 تا 2015 که آخرینش 2224 بوده، اینا تمام برمیگرده سر جاش. یعنی شما میفرمایید که قطعنامه 2231 به گونه‌ای تنظیم شده که آمریکا چه در برجام باشه چه نباشه میتونه تمام تحریم‌های بین المللی رو برگردونه. امریکا
چه در برجام باشه چه نباشه طبق 2231 میتونه شکایت کنه که ایران عدم اجرای چشمگیر تعهدات داشته و اگر کسی اعتراض داشته باشه به این شکایت امریکا اون میره برای رای گیری و امریکا وتو میکنه و همه تحریما برمیگرده. بسیار خوب. میدونیم که کشورهای متعددی مخالفت کردن، مثلا چینی ها و روس ها هم میگن که چنین تلقی درست نیست، آمریکا چون عضو برجام نیست نمیتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه. این کشورها هیچ اهرمی دارند که تلاش آمریکا رو خونسا بکنن، کما اینکه مثلا در مورد اخیر آمریکا نتونست در شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رو ادامه بده؟ بسیار سوال خوبی. ببینید در این مورد اخیر امریکا یک قطعنامه رو پیشنهاد کرد، اونم وتو شد و غیر از وتو که اصلا هیچ کس عملا بهش جز جمهوری دومینیکن رأی ندادش. ولی اینجا باید فهم کنه فقط یه شکایت مطرحه، آیا اینها اهرمی به قول شما دارن؟ سوال خیلی خوبی، بحث یه ذره فنیه، اگر حوصله بکنی من اینو براتون توضیح بدم. چین و روسیه میتونن بیان بگن که آقا تلقی شما از یه همچین برنامه اشتباه هستش، شما از برجام، همین حرفی که شما میزنی، شما از برجام اومدین بیرون و دیگه عضو برجام نیستین و این شکایت هم نمیتونین مطرح کنین. خیلی خوب، حالا خود همین مسئله باید بالاخره به رأی‌گیری گذاشته بشه دیگه. خود همینجوری که نمیشه گفتش که، خود همین مسئله باید به رأی‌گیری گذاشته بشه. حالا اگر بخواد به رأی‌گیری گذاشته بشه، رأی معمولی باشه که امریکا میاد و وتوش میکنه و دو مرتبه برمیگردیم سر خونه اول، امریکا پیروزه. اما ممکنه که چین روسیه بیان اینو مطرح کنن، بگن که این چون دو تا موضوع داریم در سازمان ملل در شورای امنیت، یکی سابستنسیف هستش یکی پروسیجرال هستش، یعنی یکی چیزای اساسی هست یکی چیزای رویه‌ای. اگه بیان بگن رویه‌ای هستش این و فقط 9 تا رأی احتیاج داره بدون حق وتو، این یه چیزیه که میتونه جلوی امریکا رو بگیره. ولی باز امریکا میتونه اینجا یه چیزی بگه، بگه شما میگین رویه‌ایه، همینو بذاریم به رأی، همینو بذارم به رأی، دو مرتبه امریکا اینو وتو میکنه و باز برمیگردیم سر جای اولمون. پس موضوعی بسیار پیچیده است و از نظر شما ممکنه که آمریکا بتونه حرف خودش رو به کرسی بشونه. ممنونم از شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کلگری کانادا. یک نماینده مجلس ایران میگوید رؤسای مجلس و قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر مخالفت خود را با تصمیم دولت برای فروش اوراق مشارکت نفتی اعلام کردند. به گفته ابوالفضل ابوترابی، محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی گفتند شیوه مورد نظر دولت با مصوبه جلسه سران قوا فرق دارد. دولت حسن روحانی قصد دارد برای تأمین هزینه‌هایش حدود 200 میلیون بشکه نفت خام را پیش فروش کند. منتقدان دولت میگویند این طرح بار هزینه‌ها را بر دوش دولت بعدی می‌گذارد. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. کاهش صادرات نفت برنامه دولت ایران برای تأمین هزینه‌هایش را نقش بر آب کرده. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در چند ماه اول سال تنها 6% درآمدهای نفتی محقق شده. همین است که دولت به فکر پیش فروش نفت به مردم افتاده. ولی رئیس مجلس می‌گوید هنوز هیچ چیز قطعی نیست. در این زمینه اختلاف نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است، لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد. یک نماینده مجلس گفته محمد باقر قالیباف به همراه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای گفتند که با طرح دولت مخالفند، چرا که با مصوبه سران سه قوه تفاوت‌هایی دارد. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران چهارشنبه پیش برنامه دولت را اینگونه شرح داد: مردم میرن به دنبال اینکه طلا بخرن، خب قیمت طلا خیلی بالا و پایین میره، میرن به دنبال اینکه ارز بخرن، قیمت ارز بالا و پایین میره، یا فعالیت یا کالاهای دیگری میخرن. ما میخوایم که این امکانو برای مردم هم به وجود بیاریم که کسانی که از یک بشکه نفت، دو بشکه نفت، 10 بشکه نفت، 100,000 بشکه نفت، هر کسی بر اساس توانش بتونه بخره و اینم با سازوکاری که آماده میشه یک اطمینانی داده میشه که از آنچه که سود بانک هستش این کمتر نمیشه.
گفته شده دولت حسن روحانی میخواهد در طول یک سال معادل 220 میلیون بشکه نفت خام صادراتی را برای 2 سال پیش فروش کند. با قیمت‌های فعلی نفت و دلار، فروش این اوراق حدود 200,000 میلیارد تومان درآمد برای دولت فراهم می‌کند. منتقدان دولت حسن روحانی می‌گویند انتشار اوراق به این شیوه بار تأمین هزینه دولت فعلی را به دوش دولت آینده می‌اندازد. در کنار این، اگر درآمدهای نفتی تا سررسید این اوراق به اندازه کافی بالا نرود، دولت مجبور می شود برای پرداخت اصل و سود این اوراق دستش را به سوی بانک مرکزی دراز کند، کاری که می تواند باعث افزایش رشد نقدینگی و تورم شود. واقعیت این است که تحریم ها در کنار رکودی که شیوع کرونا تشدیدش کرده، درآمدهای دولت ایران را به شدت کاهش داده. به همین خاطر است که دولت برنامه‌هایی مثل فروش سهامش در بورس را در پیش گرفته. طرح انتشار اوراق سلف نفتی بیش از هر چیز نشان می‌دهد که چقدر خزانه دولت خالی است. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. از سارا وخشوری، کارشناس نفت و مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی اس وی بی، پرسیدم که چنین روشی، یعنی فروش اوراق نفت در بورس، چقدر امری معمول است؟ اوراق سلف، خرید و فروش و نفت یا فرآورده‌های کاغذی سلف در بازار بورس معمول هست. یعنی یک چیزی هست که انجام میشه مثل بازار نیویورک یا بازار بورس نیویورک یا بازار بورس لندن. اما چیزی که مهمه قبل از اینکه بیشتر به این موضوع بپردازیم اینه که یه تفاوتی وجود داره بین اوراق سلفی که اعلام شد قراره در بازار بورس به مردم واگذار بشه با قراردادهای قراردادهای سلف یا آتی نفت در بازارهای بورس دنیا. چیزی که اعلام شد در چند روز گذشته که قرار هست وزارت نفت اونها رو واگذار کنه، چیزی شبیه به اوراق قرضه هستن، حالا هر اسمی میتونه داشته باشه، نفت امروز یا نفت فردا. این یک قراردادی هست که یک قیمت مشخص و یک سود مشخص و سررسیدی داره که خریدار این قرارداد با یک قیمت مشخصی میخره و یک سود ثابتی رو دریافت میکنه. اون قراردادی که ما در بازارهای بورس دنیا میبینیم در مورد قراردادهای آتی، در واقع یک کالایی به صورت کاغذی برای تحویل در آینده دائما خرید و فروش میشه و قیمتها و سود اون میتونه متغیر باشه. یعنی اون قیمت اولیه رو فرض کنید که وزارت نفت ممکنه اعلام کنه، ممکنه که اون هنوز کف قیمت نباشه و حتی قیمت به زیر قیمت اعلام شده برسه یا بالاتر از اون و سودی داشته باشه و سود اون یک سود قطعی نیست. در مورد قرارداد اول که قرار بود امروز در بازار بورس در ایران واگذار بشه که گفتم این شبیه اوراق قرضه هست و یک قراردادی هست که حالا هر اسمی داره، یک فردی اون رو میخره با یک نرخ ثابت تا زمانی که به سررسید برسه یک سود ثابت دریافت میکنه. قرارداده که در بازار آتی یک کالای فیزیکی که برای تحویل در آینده ما اون رو به صورت کاغذی خرید و فروش میکنیم بسته به بازار بورس داره. مثلا در بازار بورس نایمکس قرارداد WTI وقتی که منقضی میشه فیزیکی میشه، یعنی هر کسی که آخرین قرارداد رو نگه داره و قرارداد منقضی بشه ملزم هست که اون نفت رو از مخزن برداشت کنه و ببره و برای همینه که ما دیدیم این قرارداد به حتی منفی نزدیک 40 دلار رسید در زمانی که دیگه جایی برای بردن این نفت نبود و کسی نمیخواست این نفت رو ببره. در بعضی از بازارها مثل بازار بورس لندن این قرارداد فقط منقضی میشه و کسی که آخرین قرارداد، یعنی قرارداد دستش هست و منقضی میشه، فقط مثل بازار کاغذیه و دیگه ملزم به برداشت اون نیست. در مورد این طرح، اگر که این به این شکل در ایران اجرا بشه که قرار هست اجرا بشه، مفروضاتی که بر اساس اون قرارداد قرار اجرا بشه دارای اشکالات اساسی هست، به دلیل اینکه مشخص نیست که در آینده حالا وقتی که این قرارداد به سررسید میرسه قیمت‌های نفت افزایشی یا کاهشیه.
امروز سازمان‌های پیش‌بینی قیمت‌ها میگن که انتظار دارن که قیمت در سال‌های آینده افزایشی باشه در تا سال آینده نسبت به امروز، به دلیل اینکه تقاضایی که بر اساس پاندمی کرونا ضربه دیده بود دوباره برخواهد گشت و قیمت‌ها باید بالاتر بره. ولی این یک چیز قطعی نیست، یعنی تمام این آژانس‌های معتبر که داده و پیش بینی می‌کنن تا امروز 3-4 دفعه یا بیشتر پیش بینی‌هاشون رو عوض کردن، بنابراین قطعی نیست که لزوماً این قیمت نفت بالاتر بره. و اگر که قیمت نفت کاهش پیدا کنه و حتی از اون قیمت اولیه‌ای که وزارت نفت اعلام کرده کاهش پیدا کنه، خب مسلماً خریدار ضرر می‌کنه، یا اگر سود ثابتی داشته باشه دولت باید پول بیشتری از جیبش بده. و خب در ایران چون این بازار کاملی نیست، خریدار و فروشنده ابزار دیگه‌ای برای پوشش ریسک خودشون ندارن و با این ریسک عدم قطعیت و بالا پایین رفتن قیمت‌ها روبرو هستن. موارد دیگه اینه که وقتی این قرارداد به سررسید رسید، آیا دولت ایران میتونه به نمایندگی از مردم این نفت رو بفروشه و پول اونها رو پس بده؟ یعنی آیا بر این اساس فرض این قرارداد رو به مردم واگذار میشه که در اون زمان تحریم‌ها فرسونی سبک‌تره، کمتره و ایران میتونه این نفت رو بفروشه؟ اگر در اون موقع ما فرض کنیم که ایران به توافق با دنیا رسیده و نفتش رو داره صادر میکنه، اون وقت بازار به شدت دچار شوک عرضه خواهد، قیمت‌ها سقوط میکنه، بنابراین دوباره این کاهش پیدا میکنه این قیمت‌های این قرارداد. اگه این طرح موفق باشه با تمام اما اگرها، چه بخشی از درآمد نفتی محقق میشه؟ گفتم این تفاوتی هست. اگر اون مورد اول باشه، یعنی به زد نفت یه سری اوراقی رو به مردم میفروشه و یک سود ثابتی به اونها میده، این اگر که شما توجه کرده باشید نزدیک به 500 هزار بشکه واگذار میشه که در واقع تقریبا نزدیک به چیزی هست که ایران تحت تحریم ها نسبتاً به صورت اوریج و میانگین میفروشه و وزارت نفت قرار هست که از محل دریافت سهم خودش برای فروش نفت اینها رو پس بده. اگر برای پروژه عمرانی و طرح‌های وزارت نفت انجام بشه خب مفیده، اگر باعث برای پرداخت قرض‌های وزارت نفت باشه موجب تورم میشه. در مورد دوم، اگر که این بازار به شکل بازار آتی در حال معمولش در دنیا اجرایی بشه، اشکالات زیادی داره. یعنی وقتی به سر رسید رسید، آیا دولت میتونه نفتی رو بفروشه که پول مردم رو پس بده؟ آیا ارز به قیمت امروزش که نفت فروخته شده به مردم هست بالاتر رفته؟ اگه بالاتر رفته دولت باید از جیبش تفاوت رو بده. از کجا این پول رو میخواد برگردونه به مردم اگر نتونه نفتی رو بفروشه؟ و در آخر اینکه ما تا حالا جای بازار آتی نفت برای تأمین هزینه‌های دولت نداشتیم. بازار آتی نفت به این دلیل به وجود اومده که ریسکی رو که ناشی از تجارت فیزیکی یک کالای هست پوشش داده بشه، ریسک‌های ناشی از اینکه در آینده وقتی که اون زمانی که ما این نفت رو برداشت می‌کنیم، می‌خریم یا می‌فروشیم، ولی امروز داریم قرارداد رو می‌بندیم، این ریسک رو پوشش بدیم. و خب این خیلی چیز جدیدی هست که دولت بخواد از این بازار نفت ببره در جایی تو دنیا اجرایی نشده هنوز. سارا وقشوری بود، کارشناس امنیت انرژی در مؤسسه سیاست جهانی. صنعت گردشگری ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر تحت تاثیر شیوع کرونا و قرنطینه قرار گرفته. مقام‌های مسئول می‌گویند خسارت ناشی از کرونا به این صنعت 7000 میلیارد تومان بوده. فعالان این صنعت از دولت انتقاد می‌کنند که به وضع کار و معیشت آنها بی‌توجه است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. سلام، این گزارش رو از جزیره کیش میگیرم، تهیه میکنم برای شبکه بی بی سی. همینطور که مشاهده میکنید اینجا ساحل جزیره زیبای کیش هستش و بسیار بسیار خلوته. ضربه سنگین کرونا به پیکر نحیف گردشگری ایران، صنعت توریسم ایران هم مثل کشورهای دیگر از شیوع کرونا و قرنطینه ضربه خورده. مقام های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میزان خسارت ناشی از کرونا به این صنعت را 7000 میلیارد تومان برآورد کردند. جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران هم گفته از اسفند تا پایان خرداد هتل ها 6000 میلیارد تومان از شیوع کرونا خسارت دیدند. بعضی هتل ها برای جلب مشتری کارهای مختلفی می کنند، از جمله این کار، ولی باز هم کسی اقبال زیادی به سفر و اقامت در هتل نشان نمی دهد. خوب داشت کار پیش می رفت تا اینکه کرونا اومد و همه چی تعطیل شد.
یعنی در پیک درآمدی که میتونست ایجاد بشه که از ابتدای ماه اسفند بود، چون تاریخ گردشگری برای جزیره دقیقا از اسفند تا آخر فروردین هست. من شغلمو مجبور شدم الان عوض کنم چون نمیشه ادامه داد. یک شبه همش از بین رفت، تمام سرمایه و تمام انگیزه. سارا میگوید دولت به او و دیگر دستاندرکاران صنعت توریسم در جزیره هرمز کمکی نکرده. همش حالت حرف دیگه، چون من خودم کاملا پیگیر این داستان رو بودم. نه حمایت خاصی واقعا، اصلا خاص که نه، عامم واقعا نه، اصلا تعریفی نشد که یعنی شما الان میراث فرهنگی هم برید تهش میگه که برو وام بگیر. این هم گفته های کامیار اسکندریون، دبیر جامعه هتلداران ایران. برگزاری جلسات متعدد با مقامات دولتی از وزیر و معاون گردشگری، نمایندگان مجلس و شخص رئیس جمهور هیچ نتیجه‌ای برای هتل‌ها نداشته است. حمایت دولت و مقامات از صنعت گردشگری و هتلداری و فعالان این حوزه تنها در سطح شعار است و در عمل هیچ خبری نیست. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران اواسط اردیبهشت ماه اعلام کرد با شیوع کرونا نزدیک به 13,000 راهنمای گردشگری در ایران شغل خود را از دست دادند. دفاتر خدمات مسافرتی هم از دیگر شاخه های صنعت گردشگری ایران هستند که ضرر دیدند. حدود 2000 میلیارد ضرر زیان دفاتر ما تو این مدت کرونایی بوده. حالا کرونا آسیب زیادی به ما زد، اما به نظر من میاد که خودم خوشبینانش اینه که صنعت گردشگری اولویت اول حتی حاکمیت ما قرار میگیره. امیدوارم این که اتفاقات خوبی بیفته و اجازه بدهند ما کارمون انجام بدیم. بعضی از دفاتر خدمات مسافرتی در ایران به دلیل مشکلات مالی بعد از قرنطینه برای همیشه تعطیل شدند. از سمت دولت هیچ گونه حمایتی از دفاتر مسافرتی نشد، علی‌رغم تمام تلاش‌های ریاست انجمن صنفی دفاتر و دیگر دوستان دلسوز در صنعت گردشگری. اوایل سال به ما اعلام شد که تسهیلات بانکی با نرخ سود 12% به دفاتر اعطا خواهد شد، مشروط بر اینکه هیچ کدوم از پرسنل خودشون رو تعدیل نکنن. خب دفتری که درآمدش به صفر رسیده چطوری میتونه پرسنل خودش رو تعدیل نکنه؟ البته ماهای گذشته با توجه به اینکه درآمدی نداره، حقوق و حق بیمه پرداخت کنه که در نهایت بخواد تسهیلاتی رو دریافت کنه که قبل از دریافت اون مبلغ رقم بسیار سنگین‌تری رو به عنوان حقوق و حق بیمه پرداخت کرده و حالا باید بیاد شروع به باز پرداخت وام با سود 12% بکنه. این تسهیلات جز این که دفاتر رو بدهکارتر بکنه واقعا هیچ گونه کمکی به ما نبود و سمت دفاتر هم مورد استقبال قرار نگرفت. اما آیا صنعت گردشگری ایران با همه مشکلات سر پا خواهد شد؟ اتفاقی که در گردشگری ایران افتاده متاسفانه فقط کرونا نیست، بلکه از خیلی قبل‌تر با توجه به افزایش بی‌رویه نرخ ارز این سند روزای بسیار سختی رو می‌گذرونه و میشه گفت این اتفاق اخیر در واقع تیر خلاص به گردشگری ایران. ولی تیموری معاون گردشگری ایران از تهیه بسته حمایتی مخصوص گردشگری خبر داده. با توجه به اینکه ارائه خدمات حوزه گردشگری با دیگر حوزه‌ها متفاوت است و فرصت ذخیره خدمات در این حوزه ندارد، این قرار را از ریاست جمهوری گرفته ایم که بسته مخصوص حمایتی گردشگری در اختیار فعالان این حوزه قرار بگیرد. ایران به دلیل کمبود امکانات و سرمایه گذاری برای جذب گردشگر، حجاب اجباری و محدودیت نوشیدن الکل از مقاصد امن برای گردشگران به حساب نمی آید. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین با 176 سرنشین توسط موشک سپاه هم باعث شد بسیاری از کشورهای غربی شهروندانشان را از سفر به ایران منع کنند. در ردبندی امن‌ترین کشورهای جهان در سال 2020 که توسط انستیتوی اقتصاد و صلح انجام می شود، ایران از نظر امنیت در رتبه 142 است. حالا کرونا هم مزیدی بر علت شده و نفس گردشگری ایران را به شدت به شماره انداخته. به نظر می رسد بدون کمک دولت که زیاد هم به آن امیدی نیست، این صنعت به این زودی ها از ضربه کرونا کمر راست نخواهد کرد. فرین آسمی، بی بی سی. بهمن مفید بازیگر تئاتر و سینما ایران در 78 سالگی در تهران درگذشت. او که فرزند غلام حسین مفید بازیگر قدیمی تئاتر بود، بازیگری را از 5 سالگی شروع کرد.
او در دانشکده هنرهای دراماتیک در رشته تئاتر درس خواند و با بازی در فیلم‌هایی مثل قیصر، داش آکل و توقی به شهرت رسید. آقای مفید بعد از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد و سالها در این کشور زندگی کرد، ولی در سال 1378 به ایران بازگشت. بخشی از مستند قیصر 40 سال بعد ساخته مسعود نجفی رو با هم ببینیم که در اون بهمن مفید مونولوگ معروفش رو بازخوانی میکنه. تو چرا این ریختی شدی؟ چی زدتت؟ دستش درازه. کجا؟ یه چی با من بودم آجی نصر رضا پونسه علی فرصد و آره و اینا خلده بودیم. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کریم آقمنگور میشناسیم؟ تصدق سر رفقای کرم مولا یه بوی قارزه هم داری. آره از ما نه از اونا. آره که بریم دواخوری تو نمیری بمون. قسم اصلا تو نقش نبودیم. گاز دنده ترمز دستی دم هتل کوپای دربن پیاده شدیم. یکی بالا یکی پایین یکی چپ یکی راست. عرق آبجو جون شد رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رفتیم بالا به سلامتی جمع لول لول شدیم. دومی رو رفتیم بالا به سلامتی همه پاتیل پاتیل شدیم. سومی رو اومدیم بریم بالا آشخلی نامد ساقی شد گفت بریم بالا. رفتیم بالا گفت به سلامتی مهدی تو رو میری خیلی تو لب شدم. این جیب نه اون جیب نه تو جیب ساعتی زابندار اومد بیرون. رفتم اومدم دم کسی نیست همه خوابیدن. آره پریدم تو هتل اومدم سر کوچه مهران بغل این نرقه فروشی اومدم پایین یه سری کل میزونه اینجوریه زد بهم افتادن تو جو. گفتم هتته گفت افت یکی گوش تو گوشم. گفتم نامردا دومی شده میزنم تو نمیری از اولیش خواهیم زد تر زد. دست کردم جیبم برم و بیام یارو رفته بود اومده بود چشم واک کردم در مریض خونه روسام. حالا ما به همه گفتیم زدیم شما میگین زده با تیال افت خوبیت نهره. این که یادمه. حالا دیگه به اون تندی هم که نمیتونم بگم. اگه بخوای حساب بکنی این تیکه اولین رپ دنیاست. بهمن مفید بود. به پایان این برنامه 60 دقیقه میرسیم. ممنون که برنامه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما بر روی وبسایت ما هست و همینطور بر روی کانال ما در یوتیوب.